دلکش، ردیف میرزا عبدالله. دلکش که از لحاظ واژه یک صفت به حساب میاد به معنی کشنده دل یا جذب کننده دل و مفتون کننده، انگار سحر کننده، یکی از گوشه های بسیار مهم دستگاه ماهور هست، به عنوان شاه گوشه دستگاه ماهور به حساب میاد و ما رو به شور سول میبره. وقتی ما ماهور دو میزنیم به پنجم یا نمایان که نوت سول باشه، دلکش قرار میگیره و پرده ها تغییر میکنه، یعنی لاکرون میشه، سی بمول میشه و فضای شور رو نام میده، چرا که این دایی مربوط به دستگاه شوره و وقتی به سول ایست کنیم شور به حساب میاد. پس شاهد دلکش نوت سول خواهد بود. در بعضی از ردیف ها ایست روی فا صورت میگیره، ایست نهایی. در برخی ردیف ها مثل همین ردیف روی سول ایست نهایی رو انجام میدیم و فا انگار به عنوان ایست موقت خیلی ضعیف استفاده شده. در اینجا دلکش تا نوت دو، یعنی یک هنگام بالاتر از شاهد، تداوم پیدا میکنه و بالا میره. در نظر داشته باشیم که در خود دستگاه شور هم نوت فا، یعنی نوت ما قبل شاهد، اهمیت بسزایی داره و به عنوان نمونه در کوکی که برای شور سول در قدیم استفاده میشد دو سول دو فا استفاده میکردن و سیم بم فا کوک میشد، به خاطر اهمیت زیادی بود که نوت قبل از شاهد داشت. اما میدونیم که بین دلکش و شور میتونه تفاوت هایی باشه. اولا باید در نظر داشته باشیم که در دلکش ما یک دانگ دو ره می فا، دانگ ماهور داریم، همزمان از ره یک دانگ دشتی ره می فا سول داریم و بعد از سول یک دانگ شور سول لا کرون سی بمول دو داریم. اما در خود شور ما قبل از دانگ اصلی یک دانگ شور داشتیم، ره می کرون فا سول. البته در برخی از ردیف ها از دانگ شور ره می کرون فا سول هم استفاده شده، خاطر همین میبینیم که در برخی از ردیف ها حتی سی کرون، یعنی دانگ قبلی لا سی کرون دو ره هم وجود داره و وقتی میخوان دلکش بزنن اینجا رو سی کرون میکنن، اینجا رو می کرون دو سی دو ره می فا سول لا سول فا لا سول فا سول سول. به نظر من ما باید دو نوع دلکش رو در دستگاه ماهور قائل بشیم و حتی دو نام متفاوت برای اینها بگذاریم و برای اینی که دنگ ماهور و دنگ دشتی داره و بعد دنگ شوره اسم دلکش بدیم و برای اون که مثلا هست لا سی کرون دو ره و ره می کرون فا سول اسم ماور و نهر بدیم. گوشه دلکش در بیات ترک هم قابل اجرا است، همونطور که می دونیم خیلی از گوشه های دستگاه ماهور با بیات ترک مشترکات داره. البته در این ردیف از گوشه دلکش در بیات ترک استفاده نشده، ولی در ردیف علی اکبر خان شهنازی دلکش در بیات ترک اومده. یا آقای مهدی ستایشگر نوازنده و محقق موسیقی نواری رو دارن از استاد محمود کریمی که در اونجا در بیات ترک از گوشه دلکش استفاده کرده در بیات ترک و بعد به قرشه و رضوی هم حتی رفته و بعد فرود اومده در بیات ترک. دلکش در موسیقی قدیم ایران در فواصل مقام راست اجرا می‌شده. در مقام راست ما لاکرون و رکرون هم داشتیم، کما اینکه در دلکش هم لاکرون داریم و می‌تونه در اون فواصل قرار بگیره و در مقام راست اجرا بشه. آقای مهدی قلی هدایت در ردیفی که نوت‌نگاری کردن از ردیف میرزا عبدالله 34 گوشه برای ماهور ذکر کردن و اسم دلکش خاوران رو هم آوردن. دلکش خاوران که امروزه از یکی از 30 مقام با نام ایرانی از 52 مقام موسیقی مصر، سوریه و عربستان هست، در ردیف میرزا عبدالله دو چیز جداگانه هست. ما هم خاوران داریم هم دلکش. خاوران از فاصله تنینی استفاده میکنه و شاهد صلح هست، اما دلکش از فاصله مجنب استفاده میکنه، لا کرونه. در خاوران
شکل استفاده میکنیم، اما در دلکش این دو تا فضای متفاوت برای ما ایجاد میکنن. البته در این ردیف هم از میکرون استفاده شده، زنگ شور.